و دنبال تسلط گروه طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته و سفره شبانه روزی مردم خالی تر شده است. سازمان جهانی غذا می گوید اکنون سراسر کشور با ناامنی غذایی مواجه شده است. این سازمان تخمین زده است که نزدیک به 19 میلیون نفر از ماه جون تا نوامبر امسال در ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این 4.7 میلیون کودک، زن باردار و شیرده نیز در معرض سوء تغذیه شدید قرار گرفتند. برنامه جهانی غذا گفته است که در ماه جولای برای بیش از 2 میلیون نفر در افغانستان غذا کمک کرده، اما به دلیل کمبود بودجه کمک های خود را کاهش داده است. پیش از این یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نیز گفته بود که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و طور بی سابقه شدت گرفته است و گفته این نهاد در حال حاضر حداقل 59% از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه ضرورت دارند که در مقایسه با سال گذشته یک افزایش 6 میلیون نفری را نشان می دهد. همزمان با این خشکسالی و حوادث طبیعی نیز بر شدت این بحران افزوده است. چندین ولایت در تابستان امسال شاهد جاری شدن سیلاب بودند. در ولایت خوست و پکتیکا زلزله نه تنها جان صدها نفر را گرفته است، بلکه صدها تن دیگر را بی خانه ساخته است.